آقای اسماعیل پور سلام، خوشحالم یه بار دیگه در خدمتتون هستم، همکار و دوست روزنامه نگار. درود خدمت شما جناب آقا زمانی و بینندگان عزیز و محترم برنامه افق ایران. آقای اسماعیل پور، کارزار با هم برای آزادی مدتی سر افتاده، میدونم خیلی از گروه های مختلف از جمله خود شما هم به این کارزار پیوستید، فعالیت کردید و در اشتراک گذاری و اطلاع رسانی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران بسیار هم کوشا بودید. فکر میکنید تا چه اندازه تونسته افکار عمومی در داخل ایران و در بدنه اجتماعی مردم، نه طیف های خاص یا روشن فکری یا فعالان اجتماعی، عمومیت مردم رو درگیر ماجرای نگرانی برای خانواده زندانیان سیاسی بکنه؟ خب به نظر من این کارزار مثل کارزارهای مهم دیگه ای خب تاثیرگذار خواهد بود و ما نباید از یاد ببریم که این نوع کارزارها برای انسانیت هستش. وقتی که ما در خصوص یک زندانی صحبت میکنیم، از آزادی اون حرف میزنیم، از حقوق اون حرف میزنیم، به جامعه گوشزد میکنیم که یک فردی همچون ما در زندانه و باید بهش توجه کنیم و اگه توجه نکنیم روزی هم همونطور که گفتید شما ما هم گرفتار خواهیم شد. و به نظر من این رفتار یک رفتار انسانیه که هر فردی باید اینو انجام بده، چون در جامعه زندگی میکنه که فشار همه جانب روی جامعه ایرانی وجود داره. خب در همین شرایط، یعنی همزمان با این تلاش‌های مردمی که در حال انجام هست، حکومت هم بیکار ننشسته. نمونش بازداشت‌های گسترده‌ای که اخیراً در شیراز بر علیه جامعه بهایی اعمال شد و برخی ها اون رو هم امر طبیعی تلقی می‌کنن، یعنی برخورد با جامعه بهایی بعد از 37 سال شک برانگیز یا شوک کننده برای بخش‌های متعددی متأسفانه از جامعه نیست. این بی‌حسی در جامعه نتیجه چیست و این رفتار و استمرار اون در حاکمیت رو منشعب از چه میدونید؟ حتما تأثیر همین کارزارها رو توجه بیشتر مردم به همین مسائل میدونن. وقتی که همچین کارزارهایی باشه مردم متوجه میشن که چه تعداد زندانی وجود داره و اون زندانیان در چه شرایطی هستن. البته در مورد جامعه بهایی و بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی و اجتماعی ما باید بگیم که حکومت همچنان رفتار خودش رو خواهد داشت و من بعد هم این رفتارها خواهد بود. اما اون چیزی که مهمه بیداری جامعه و آگاه شدن جامعه از این مسائله. شاید این 14 فردی که بازداشت شدن مثل افراد دیگه‌ای بودن که خب بازداشت شدن، شاید واکنش‌های زیادی نبوده، اما رفته رفته جامعه، به خصوص جامعه که حتی با جامعه بهایی به طور مثال آگاه نیست، واکنش نشون میده. این واکنش‌ها اگر نبود امروز هم اعدام‌ها وجود داشت، اعدام‌ها برای فعالین سیاسی و مدنی و اقلیت‌های مذهبی و غیره. درسته اعدام‌های زیادی ما تو طول سال داریم، اما رفتار جمهوری اسلامی به اجبار با زندانیان بهتر شده، به خاطر همین آگاهی‌دهی که و اطلاع رسانی هستش که توی جامعه وجود داره. خب گروه های اقلیت چطور فکر میکنید که اونها تونستن به شرایطی برسند که به نوعی میشه گفت این شرایط برای اونها حاشیه امتری ایجاد کرده، خصوصا اقلیت های مذهبی؟ نه، به دلیل اینکه خب جامعه بهایی برخوردی که باهاش میشه برخورد سیاسی و امنیتی نیستش. ما برخوردی که با جامعه بهایی داریم میبینیم که برخورد عقیدتیه، یعنی حتی اگر شدیدترین اطلاع رسانی هم بشه اون فشار بر جامعه بهایی وجود داره، اما کم یا زیاد میشه. در مراحلی که اطلاع رسانی بالا باشه و فشار به نوعی به جمهوری اسلامی وارد بشه اونو تقریبا کاهش میده، اما همیشه وجود داشته متاسفانه. آقای اسماعیل پور عزیز، آیا این شرایط، یعنی شرایطی که اگر مثلا من طرفدار یک زندانی هستم فقط از زندانی مورد نظر خودم حمایت میکنم، جامعه بهاییان فقط از بهاییانی که زندانی شدن حمایت میکنند، دراویش فقط از دراویش حمایت میکنند، طرفداران آقای مثلا بروجردی از او حمایت میکنن، طرفداران آقای طاهری فقط او رو مورد توجه قرار میدن، این شرایط شرایطی است که میتونه کمک کنه به این زندانی ها یا نوعی پیوند و همدلی بین طرفداران افراد یا گروه های خاصی که قربانیان یا عزیزانی رو در زندان دارن میتونه برای همگان مورد توجه بیشتر قرار بگیره؟ متاسفانه نقدی که به جامعه ایرانی همچنان وارد میشه عدم اتحاده. و این حالا من اسم این کارزار رو میزنم یک جورایی توجه بیشتر به این اتحاده، چون ما متاسفانه جامعه چندپاره‌ای داریم که وقتی که به طور مثال یک اصلاح طلب بازداشت میشه فقط اصلاح طلب‌ها اعتراض میکنن و وقتی که یک فعال چپ بازداشت میشه چپ‌ها هستن و لیبرال‌ها نیستن و یک لیبرال وقتی بازداشت میشه چپ‌ها نیستن. به نوعی
جامعه سیاسی یا فعالین سیاسی، اکتیویست های سیاسی درگیر منافع خودشون واقع شدن. و من اینو به اشاره میکنم که کسانی که البته دارای منفعت و قدرت در جامعه ایرانی هستن متاسفانه. و وقتی که این برخوردها باشه، این عدم اتحاد باشه، توجه ها نسبت به زندانیان کاهش پیدا میکنه. به طور مثال ما کمتر در خصوص یکی از زندانیان چپ مطلب در مثلا سایت هایی داریم که به نوعی نگاه لیبرالی دارن، و این نشون از عدم توجه حقوق بشری اوناست، با اینکه ادعای حقوق بشری میکنن، و یا برعکس چپ ها هرگز در مورد لیبرال ها صحبت نمی کنن. اگر این رفتار ادامه پیدا کنه، خب به طور مثال وقتی یک شهروند بهایی بازداشت میشه، خیلی از این سیاسیون هیچ واکنششون نمیدن. وقتی واکنششون نمیدن، خب به نوعی مشروعیت به اون فشار و نقض حقوق بشر داده میشه. به اعتقاد من متاسفانه این رویکرد هست، و زمانی جامعه به جایی بهتر میرسه که این رویکرد نباشه. من تقاضا میکنم از کسانی که حالا به طور مثال تو فضای حقوق بشری و فضای رسانه‌ای و سیاسی هستن، به این نکته توجه کنن که اگر مدعی یک سخن هستیم، و باید به واقع اون رو عمل کنیم، و هیچ وقت نگیم نرگس محمدی یک فعال زنه یا یک فعال مثلا حوزه حقوق بشره، بلکه کسانی که حتی تو حوزه‌های اجتماعی فرهنگی هم هستن، اونها هم اگر تو این حوزه هستن باید اعتراض کنن، چون یک شهروند ایرانی بازداشت شده، و وقتی یک شهروند ایرانی بازداشت شده، بعد تمام مردم با هر عقیده و ارزشی که باور دارن نسبت به این بازداشت‌ها، نسبت به این مشکلات واکنششون بدن. آقای اسماعیل پور، با همه احوال برخی وقتها از طرفداران برخی چهره های زندانی شنیده میشه که در صورتی که ما یا طرفداران بیشتر همین در مورد چهره های منتسب به حکومت در دوره اصلاحات هست که این صحبت مطرح میشه، اونچه که بارها شنیدیم که گفته میشه اگر ما از جانب فلانی یا به نام فلانی یا ما که حامی خط فکر فیلمسال محمد خاتمی و شرکای او در قدرت هستیم از بهاییان دفاع کنیم، ممکنه این مسئله ساز بشه برای کلیت جریان اصلاحات و این جریان رو به انحراف ببره یا دست نیروهای امنیتی و قضایی در برخورد بیشتر باز بگذاره. این نقد رو شما تا چه اندازه صادقانه میبینید و تا چه اندازه فرار از واقعیت؟ به نوعی من اعتقاد دارم اگر اصلاح طلب ها اصلاح طلب هستن، باید اون واژه‌ای که تعریف میکنن رو واقعا عمل کنن. اگر اصلاح طلب ها فقط سیاسی هستن، خب برن یک قدرتی در دست بگیرن، هیچ وقت هم نقد نکنن و نوبت به نوبت اون کرسی قدرت رو به دست بگیرن. اما اگر واقعا به فکر جامعه هستن، به فکر ملت هستن، خب هیچ وقت نباید یک شهروند رو با شهروند دیگه جدا کن. هیچ وقت نباید بگن این چون موضوع سیاسی، این موضوع عقیدتیه و احتمال داره اطلاعات اونا رو احضار کنه، خب و هیچ واکنششون ندن، بلکه باید واکنششون بدن. و وقتی هم یه همچین اتفاقی افتاد، خب باید وقتی من اعتقاد به این دارم یک فرد سیاسی واقعا باید سیاسی باشه و تحمل هر نوع هزینه رو باید داشته باشه که بده. وقتی نداشته باشه، خب بیشتر به منفعت طلب چهرش میخوره تا یک اصلاح طلب، چون به اعتقاد من اصلاح طلب یعنی اصلاح جامعه که یک حکومتی نسبت به شهروندان ایرانیش نگاه بغض‌آلودی داره، نگاه کینه‌توزی داره و نگاه سیاه‌نمایی نسبت به جامعه بهایی داره. پس اگر آنها معتقد به این هستن که فعال اصلاح طلب هستند، باید به جامعه، به مردم توجه کنند، نه به مرکز قدرت. خب این سمت برخی ها معتقدند که ورود به حوزه های اعتقادی، چه پیروان سایر ادیان، نوکیشان مسیحی، مسیحیان تبشیری، بهاییان، پیروان مکاتب عرفانی، دراویش، یارسان ها یا دیگر گروه های مذهبی، اینها یک سری حوزه های بسیار بسیار خطرناکی هست که اگر سیاسیون داخل اون بشن در گردابی که ایجاد شده گیر میکنند، و برخی حتی معتقدند که ورود به این حوزه ها میتونه خط پایانی بر فعالیت سیاسی برخی چهره ها در داخل ایران باشه. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا واقعا اینها هم مطرح هست در این حوزه ها، یا برمیگرده به همون حوزه منفعت طلبی که شما اشاره میکنید؟ ما وقتی که یک روزنامه رو میبینیم که توقیف میشه، خیلی از دوستان اصلاح طلب و حتی بعضا اصولگرایان اصلاح طلب هم اعتراض میکنن و میگن خب اینا جلوی آزادی اندیشه رو، جلوی تفکر رو، جلوی اصلاح و جلوی نقد رو گرفتن.
خب وقتی که شما از آزادی بیان حرف میزنی، از آزادی عقیده چرا حرف نمیزنید؟ وقتی که صحبت از این میشه که خب من به عنوان یک فرد اصلاح طلب زندانی میشم چون تفکرم اصلاح طلبه برخلاف جمهوری اسلامی که فعلا در حال حاضر تفکر اصولگرایی داره، خب وقتی که شما صحبت از همون تفکر میکنی، آیا تفکر عقیدتی اینجا معنایی نداره؟ من معتقدم که این افراد بیشتر دنبال اهداف خودشون هستن. من منظورم اصلاح طلب ها نیستش، منظورم افرادی هستش که فقط و فقط به اندیشه خودشون فکر میکنن و تصور میکنن اون چیزی که هستن حق هستن، و وقتی که دیگران دوچار مشکل میشن سکوت میکنن و فکر میکنن اگر دفاع کنن، به طور مثال اگر یک مسیحی از یک بهایی دفاع کنه، فکر میکنن خب اون مسیحی بهایی شده، خب در حالی که اینطور نیست، از انسانیت اون فرد دفاع کرده و کسی نمیتونه اون فرد رو زیر سوال ببره، چون عقیده یک مسیحی همونطور که خودشون اعتقاد دارن به محبته. وقتی که به یک فرد دیگه محبت کنن، حتی اگر اون فرد ضد مسیحیت هم باشه، کار اشتباهی نکردن، بلکه بر اساس عقیده و باور واقعی خودشون جلو رفتن. آقای اسماعیل پور، آیا شرایط زندانیان عقیدتی در ایران از شرایط زندانیان سیاسی وخیمتر هست؟ اگر بخوایم مقایسه‌ای در همین حوزه داشته باشیم، زندانیان عقیدتی رو یک سو و زندانیان سیاسی رو یک سو ببینیم، برخی ها حتی معتقدند که زندانیان عقیدتی در حد اکثر تبلیغات قربانی تبلیغات برای زندانیان سیاسی میشن. یک تحلیلی از وضعیت زندانیان عقیدتی در ایران و میزانشون هم به ما بدید. یک نکته خیلی جالبی اشاره کردید، گفتید وضعیت خب سیاسیون و افراد عقیدتی. در حال حاضر اولا افراد سیاسی کمتر زندان هستند، بیشتر نسبت به گذشته، نسبت به چند سال اخیری که اون اعتراضات بودش، من یه اعتراضاتی البته میشنیدم. اما تصور کنید یک زندانی بهایی رو، یک زندانی بهایی که خب اولا توی بندهای تفکیک شده نیست، دوما وقتی میخوان بازداشتش کنن میگن تو نجسی، سوما توی بازجویی بدترین برخورد باش میکنن. چرا؟ چون مسئله عقیدتیه، سیاسی نیست که به طور مثال طرف بگه من اصلاح طلب هستم، من تهش این حکومت رو با این شرایط میخوام، اما میخوام اصلاح بشه. اما یک فرد زندانی بهایی، مثال میزنم، حالا دیگر ادیان هم همینطور اکثرا، به خصوص کسایی که نوکیش باشن، وقتی که از یک بهایی میخوام بازجویی بگیرن، خب بدترین برخوردها رو میکنن، بدترین توهینها رو میکنن، بدترین اتهامات رو میزنن. شاید شنیده باشید که اگر به یک فرد بهایی این افراد دست بزنن، اگر دستشون خیس باشه میگن نجس شدیم. تصور کنید به پیامبر دیانت بهایی توهین میشه، به بزرگان دیانت بهایی توهین میشه زمانی که زندانی هستن. زندانیای دیگه ای که با توجه به عدم آگاهیشون نسبت به دیانت بهایی، احتمالی که برخوردهای خشنی باهاشون صورت بدن هستش. و ما جالب اینه که خیلی وقتا صحبت از این میشه که چرا قوانین و قانون‌های ماده 38 و 58 که حالا بحث آزادی مشروط هست نسبت به بهائی کمتر اجرا میشه، چون اعتقاد قاضی اینه که این فرد دشمن اسلامه، اون سیاسی رو میتونه تحمل کنه، با اشتباه البته برداشت میکنه نسبت به دشمن اسلام بودن، یک جور برخورد کاملا تبعیض‌آمیزه. یک زندانی میتونه مرخصی بیاد، اما ما زندانیان زیادی تو زندان رجای شهر و خیلی از زندانهای دیگه داریم که بعد از 3 سال و یاران ایران، مدیران جامعه بهایی، بعد از 8 سال به مرخصی نیومدن، تنها 2 نفر از اونها اومدن. ولی خیلی از زندانیان سیاسی ما شاهد هستیم که هر چند مدت آزاد میشن. من احترام ویژه‌ای به اون عزیزان دارم، قصد اینو ندارم که مقایسه منفی داشته باشم، بلکه میخوام بگم زندانیان عقیدتی تو شرایط وخیمتری هستن و به اونا کاهش و حکم کمتر پیش میاد تا نسبت به زندانی. اشاره کردید به وضعیت یاران ایران، 7 تن از مدیران ارشد جامعه بهایی ایران که با احکام سنگین 20 ساله به حبس‌های طویل‌المدت سپرده شدند. خاطرتون هست که حضور یکی از یعنی در واقع فائزه یا هاشمی در منزل خانم کمال آبادی که از زندان آمده بودند بیرون و حضور او در خانه ایشون یک بلوای رسانه‌ای در داخل ایران تا به اون اندازه که برخی از مقامات عالی رتبه قضایی و کشوری هم در این زمینه اظهار نظر کردند. این شرایط رو چگونه ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که این موجسازی ها، این حضور ها، این ها به جامعه بهایی و زندانیان جامعه بهایی کمک کرده یا فشار رو بر اونها بیشتر کرده در سالهای گذشته؟
نسبت به حالا دیدار فائزه هاشمی با خانم فائزه فریبا کمال آبادی، یکی از مدیران جامعه بهایی که بعد از 8 سال تونسته بودن به مرخص بیان، به نظر من حالا اون تصویر که از بهانیوز اتفاقا شد به نوعی یک جورایی نشون داد که فائزه هاشمی نگاه انسانی به این موضوع داره، حتی اگر جمهوری اسلامی بدترین برخورد باش بکنه. زیباترین جمله ای که خانم فائزه هاشمی گفتش این بود که اگر دوباره هم من قرار بود ایشون رو ملاقات کنم، به خاطر مسئله انسانی ملاقات میکردم و هیچ منفعت سیاسی و منفعت دیگری نداشتش خانم هاشمی، بلکه دنبال مسئله انسانی بود. قوه قضاییه همونطور که گفتم به شما، نگاهش با جامعه بهایی نگاه کاملا عقیدتیه، چون میدونه از نظر امنیتی به طور مثالش بهایی جاسوس نیست. توی مسائل سیاسی میدونه هیچ بهایی وارد سیاست نمیشه و تمام این اتهامات بی اساسی هم که زده کاملا واقعا بی اساس بوده و خنده‌دار، حتی نمیتونه این اتهامات رو وارد کنه و دلیل قانونی براش بیاره. به خاطر همین به نظر من این برخوردهایی که شد، این بلبشایی که ایجاد شد، بیشتر به دلایل مسائل مذهبی بود که جمهوری اسلامی نگران آگاهی مردم بود، چون خیلی از مردم تو همون زمان گفتن خب اصلا بهایی چیه؟ خیلی خب شناخت نشن، کم کم نسبت به جامعه بهایی شناخت پیدا کردن و جمهوری اسلامی کاری کرده که وقتی نسبت به یک جامعه یا یک فرد نگاه بدبینانه داره، مردم نگاه به اون نگاه مثبتی پیدا میکنن، چون میدونن که جمهوری اسلامی حتما منافعش به خطر افتاده یا نگاه منفی که به این داره به خاطر اینکه این تفکر رو دوست نداره و کلا جمهوری اسلامی دگراندیش پذیر نیستش. خب شاید برگردیم به همین ضرب المثل معروفی که همیشه میگن دشمن دشمن ما دوست ماست، که طبیعتاً وقتی مردم جمهوری اسلامی رو در کشور دشمن خودشون میدونن، هر کی با جمهوری اسلامی دشمن هست رو هم با خودشون دوست قلمداد میکنن. اما آقای اسماعیل پور عزیز، دیانت بهایی و پیروان جامعه بهایی دشمن حکومت اسلامی نیستند و همینطور دشمن اسلام هم نیستند و نگاه و اعتقاد بر این دارن که خب هر رفتاری که جمهوری اسلامی هم با اونها برخورد داشته باشه، با برخورد صلح‌آمیز با اونها برخورد کنن و کاملا زیست اجتماعی داشته باشن در ایران. بسیار عالی. نه، من منظورم دشمنی جمهوری اسلامی با دیانت بهایی و پیروانش بود، نه برعکسش، چرا که قطعا هم همینطور هست، یکی از اصول آیین بهایی انتشار صلح در جهان هست. من دوستان بهایی و عزیز متعددی دارم که یکایکشون گرامی و قابل احترام هستن. اما آقای اسماعیل پور، سوال بعدی من مشخصا برمیگرده به مقایسه بین نوکیشان مسیحی در ایران و بهاییان. نوکیشان مسیحی میگن که دست کم به دلیل اینکه به کیش مسیحی گرویدن و از اسلام رو گردوندن مرتد قلمداد شده و محدور و دم هستند و شرایط برای اونها به مراتب از شرایط برای بهاییان سخت‌تره. چنین چیزی واقعا وجود داره یا خود بهاییان هم محدور و دم محسوب میشن و قتلشون از نظر فقه اسلامی مباح محسوب میشه؟ من قصد قیاس بین این دو جامعه رو ندارم، چون شخصا به نوکشان مسیح احترام زیادی میذارم و بسیاری از دوستان من هستن از این جامعه. اما نکته ای که هستش اینه که جامعه بهایی و پیروان دیانت بهایی از همون کودکی، یعنی از زمانی که به دنیا میان، مورد ظلم و ستم واقع میشن و از کوچکترین حقوق اجتماعی برخوردار نیستن. تصور کنید که یک ما در سالهای گذشته چندین اخراج کودک از دبستان هم داشتیم که نمونش توی کرج بود و در راهنمایی و دبیرستان هم اخراج داشتیم. تصور کنید به یک کودکی که وقتی میفهمن بهایی، متاسفانه به دلیل هم عدم آگاهی جامعه توهینای مختلفی میشه. معلم دینی میاد یک بچه رو مسخره میکنه و اونو میگه تو دین تو ساختگیه، در حالی که اصلا اون معلم هم حتی اطلاعی از دیانت بهایی نداره و رفته رفته میاد به وقتی که این کودک سن بیشتری پیدا میکنه، به طور مثال گاهم بعضی از استخرهای استانهای مختلف حتی مانع از ورود بهایی‌ها تو استخر شدن، اون کودکی که اصلا نمیدونه چی بشه، فقط دوستش تفریح کنه، مانع ازش شدن و این میره به سمت دانشگاه. وقتی که دانشگاه هم محروم باشه، خب کار آنچنانی نمیتونه داشته باشه جز کار آزاد و میره توی جامعه، میبینه که خب میخواد کار کنه، خب اجازه نمیدن هر جایی کار کنه و این همطور روش میکنه، کاسبی را بیندازه، محل کسب ایجاد میکنه، محل کسبش هم توقیف میکنن و
این کم کم میره بالا، کودک این، فرزند این، و میخواد به دانشگاه همون مراحل ترم کنه، و زمانی که این فرد میمیره و وقتی که میخواد ببینه حتی اجازه دفن بهش نمیدن گاهن، و اون گلستان جاوید، قبرستان بهایان رو تخریب میکنن، که همین نمونهش بحث تخریب مجدد گلستان جاوید ارومیه بود. هم قبرها رو تخریب کردن، هم درختان آتیش زدن. آقای اسماعیل پور، و ما اگر که و من نکته آخر خشم خشم من میخوام بگم قیاس چی نیست، ولی فرد نوکش مسیحی با توجه به اینکه میدونه خب دچار مشکلاتی میشه، اون دین رو انتخاب میکنه، اما دیانت بهایی، پیروان بهایی از همون روز اول هم آگاه هستن که دچار مشکلات بسیاری خواهند بود. خب اگر بخوایم در همین مقطع نگاهی داشته باشیم به رفتاری که جامعه با نوکشان مسیحی داره و رفتاری که جامعه با بهاییان داره، فکر میکنید جامعه چه رفتاری با این دو داره؟ حالا دور شیم از حوزه حکومت و قانون و قضا، خود جامعه چه برخوردی با هر دوی این دو گروه به عبارتی میشه گفت دگراندیش در ایران داره؟ خب من به اعتقاد دارم خب دقیقا همینجا مهمه که هر دو جامعه دچار ظلم میشن، به جز اون مندایی ها در ایران ظلم میشن، اقلیت های مذهبی دیگه در ایران دچار ظلم هستن. به نظر من این حکومت در حال حاضر بیشتر این فشار رو داره به این اقلیت‌های مذهبی در ایران میذاره. دیگه لازم نیست ملت این فشار رو بذاره. چرا؟ چون اینها هم شهروندان ایرانی هستن. قبل از اینکه شما به هویت دینی افراد نگاه کنید، به هویت انسانیشون نگاه کنند. ولی متاسفانه ما شاهد این تبعیضات هستیم. یک دوستی میگفت من اگر در شهر دیگه به دنیا آمدم یا در کشور دیگه به دنیا آمدم شاید مسیحی میشدم. من الان مسلمونم و به تفکر خودم اعتقاد دارم و میرم جلو، اما خب شهروند اینو متوجه میشم، اما افراد دیگه فکر میکنن چون مسلمان زاده هستن و در یک امت اسلامی دارن زندگی میکنن حق دارن به تمامی تفکرات دیگه توهین کنن. البته میزان کاهش پیدا کرده اما هست، همچنان وجود داره، همچنان این فشارها وجود داره. ملت متاسفانه به طور مثال میگن این فرد رفته مسیحی شده و این مسیحی که شده اسلام دور شده. خب این فرد اوکی دور شده از اسلام، اما انتخاب شخصیش بوده یا نبوده؟ ما نباید به تفکر شخصی یک فرد احترام بذاریم؟ میاییم تفکر قدیمی و سنتی تصور میکنیم که هر فردی از دین خارج بشه مرتده و باید اعدام بشه. این تفکر اعدام خب از سوی همچنان بعضی از افراد وجود داره، اما این نشون از دخالت تو مسائل شخصی افراد میده. خب افراد با توجه به خواسته هاشون و تفکراتی که باهاش بزرگ شدن و شکل گرفتن یک راهی انتخاب میکنن. نوکشای مسیحی به عنوان یکی از اعضای جامعه ایرانی هستن، مگر اگر یک مسیحی مسلمان بشه چه خوشحال میشن؟ آیا اون کشوری که این فرد مسیحیش مسلمان شده باید بونه اونه اعدام کنه؟ خب این فقط خودشون رو جای حق قرار دادن افراد، خب این نشون از ضعفه، نشون از ضعف عقیدتی فرده که اونقدر سسته که حاضر نیست یک تفکر دیگه ای باشه، میترسه که تفکر خودش از بین بره. خب آقای اسماعیل پور، اگر در همین مقطع نگاهی مقداری بازتر بکنیم، باز در همین حوزه و به رفتار مردم، فکر میکنید دلیل چنین رفتارهایی از خود جامعه هم وقتی برمیخیزه چه چیزهایی هست؟ تبلیغات حکومتی، تأثیر حکومت، فرهنگ غلط، آموزش نادرست، عدم آشنایی با سایر ادیان و باورهای مذهبی، سهمی که اونچه که سهم پذیری مردم در این مورد رو در ظلم به دیگر اندیشان رو افزایش میده، اونها چه عواملی هستند؟ مهمترین عواملش بحث همین آموزش و پرورشه. ما دقت کنیم یک کودک تو دوران ابتدایی یا حتی مهد کودک با ادیان آشنا میشه، ادیانی آشنا میشه که جمهوری اسلامی و ادیان رو چیده براش، گفته که اینطوریه، اینطوریه، این شکلیه. وقتی که این فرد بزرگ میشه با همون فرهنگ بزرگ میشه، وقتی که رسانه ها تو جمهوری اسلامی فیلتر باشن، سانسور شده باشن و نتونن مردم از ادیان دیگه آگاهی پیدا کنن، خب در نتیجه عدم آگاهیشون منجر به این میشه که فکر میکنن این چیزی که الان میفهمن درسته، و همین ضربه بزرگی میزنه به افراد دیگه، به دیگر اندیشه‌های دیگه. وقتی که ما جمهوری اسلامی رو میبینیم که تمام تفکر شیعه سازی منطقه و حتی آفریقای جنوبی و جای دیگه باشه، مشخصا سعی میکنه تو رسانه‌های عمومیش و حتی روزنامه‌هاش، روزنامه‌هایی که اصلاح طلب هم باشن، مانع از انتشار هر نوع اطلاعات دقیق باشه.
ما مثالی که میتونیم بزنیم مثل کره شمالی. کره شمالی مردمش تصور میکنن توی دنیا خیلی چیزا وجود نداره. چرا؟ چون حکومت کره شمالی خواسته که مردمش آگاهی نداشته باشن. مردم ما اون مثل کره شمالی نیستن، اما دست کمی از اونا ندارن، چون خیلی اطلاعات رو نمیتونن تو ایران به دست بیارن و سانسور میشه. من نمیخوام مقایسه کنم دو تا کشور شبیه هم باشن، ولی توی نفوذ و تاثیرگذاری حکومت بر مردمش من میتونم بگم شبیه هم دارن رفتار میکنن و جمهوری اسلامی الگو برداری کرده از کره شمالی. آقای اسماعیل پور، برخی منتقدان هم معتقدند که او جاهایی که در اختیار برخی نهادهای فعال در حوزه‌های حقوق بشری قرار گرفته، بیشتر صرف ایجاد اطلاع رسانی در خارج از کشور در خصوص فشار به جامعه اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان در ایران شده و کمتر این بودجه‌ها برای فرهنگسازی در خود ایران مورد استفاده قرار گرفته. حتی برخی معتقد بودند هزینه‌هایی که در کمپین جرم نیست هزینه شده برای اطلاع رسانی به مقامات و سایر شهروندان دنیا در دیوارنگاری‌های نیویورک، اگر در ایران صرف می‌شد می‌تونست بازتاب پررنگتری داشته باشه. شما این نقده ها رو چگونه بررسی میکنید؟ آیا اصلا منصفانه میدونید چنین نقده هایی رو؟ البته آگاهی دهی در هر نقطه دنیا خب منجر به این میشه که اون آگاهی به جاهای دیگه تزریق بشه و منتقل بشه. به نظر من فرهنگ سازی و یا اطلاع‌رسانی که توی جامعه باید ایجاد بشه از همه جانب باید باشه، از خارج کشور و داخل کشور. در این مورد من نمیتونم زیاد نظر بدم، چون نسبت به این موضوع واقعیت شو بخواید تفکر کاملا مثبتی دارم و میگم خب هزینه‌ای که در خارج کشور میشه و داخل کشور میشه باید برابر باشه، اما اگر هم داخل کشور نشد خارج کشور ایراد نداره بشه. خب اگر حالا همین مقطع رو بیاریم به این سمت و بخوایم بگیم که در زمینه فرهنگسازی در داخل ایران بخوایم فعالیت کنیم، فکر میکنید راهکار چیست؟ آیا با توجه به همه فشارهای اجتماعی و سیاسی موجود، فشارهایی که حاکمیت به صورت بسیار ضربتی هم اعمال میکنه، به قول خودشون گازنباری اعمال میکنه، جایی برای فعالیت هست؟ یا اگر قرار بشه فعالیت بشه، این فعالیت ها در چه شاخه هایی بایستی در واقع کانالیزه بشن؟ ببینید در خصوص فعالیت در داخل ایران، به اعتقاد من اون چیزی که مهمه بحث فرهنگسازی جامعه نسبت به پذیرش دیگراندیشان در جامعه هستش. ما تا زمانی که اون تفکر رو داشته باشیم که دیگران حقی ندارن و آزادی عقیده ندارن، مشخصاً با این برخوردها روبرو خواهیم بود. مشخصاً جمهوری اسلامی و هر حکومتی توانایی داره که جامعه رو مهندسی کنه و ببره جلو و هدایت کنه بر اساس اون تفکر خودش. اون چیزی که مهمه شناخت کامل نسبت به مسائله. به طور مثال من یک نمونه میخوام به شما بگم که گاهن دوستانی میپرسند خب آیا دیانت بهایی خداپرست است یا نیست، در حالی که خب مشخصا دیانت بهایی یکی از ادیان خداپرست هستش. اون فرد فکر میکنه خب یک فردی، یک انسانی به عنوان خدای دیانت بهایی قلمداد میشه و یا تصور میکنه که ازدواج محارم، یعنی ازدواج برادر خواهر، در دیانت بهایی وجود داره. این از عدم آگاهی اون فرده و وقتی که این تفکر رو داشته باشه خب نگاه کینه توزانه هم پیدا میکنه. ما با یک جریان من و سانسور آگاهی‌دهی در جامعه روبرو هستیم. در چنین شرایطی که این سانسور در حال اعمال هست، برخی ها معتقدند که حد اکثر بهره رو مقامات قضایی و البته نظام فکری حاکم در ایران به خودش متعلق کرده، در شرایط اعمال سانسور تونسته تفرقه و اختلاف رو هم ترویج بده بین طرفداران گروه های مختلف. شما این موضوع رو چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟ ببین بحث همین تفرقه اندازی، به طور مثال بسیاری از مسلمانان، بسیاری از افرادی که شیعه هستن، تصور بر این دارن که خب جامعه بهایی دشمن تشیع و یا اسلام. وقتی که همچین تفکری داشته باشن، وقتی که همچین فکری داشته باشن، خب مشخصا با جامعه بهایی تقابل میکنن. من میخوام چند مثال بزنم. در جامعه بهایی تا کنون چند قتل انجام شد، چند قتل افراد مسلمان به افراد بهایی. وقتی که ریشه این قتل رو نگاه میکنیم متوجه میشیم که یک سری افراد در یک گروه های آموزش دیدن
چجوری آموزش دادن؟ به این دلیل که مثلا اومدن باشون صحبت کردن، گفتن دیانت بهایی اینه، بهایی ها این هستن، این رفتار رو دارن میکنن، بهایی ها مانع مثلا ظهور حجت مسلمانان میشن و اگر اینا کشته بشن امام زمان تشیع ظهور خواهد کرد. وقتی که همچین عدم آگاهی و سانسور وجود داشته باشه، همچین واکنش هایی هم خواهیم دید. وقتی که ما اول انقلاب رو نگاه ببخشید، میکنیم من اینجا میخوام یک بار دیگه رو این بحث سوال کنم. یعنی شما میفرمایید که یک امام جماعت در یک مسجد، در یک شهرستان، حالا فلمستان بندر عباس رو اشاره کنیم که این واقعه درش رخ داده مشخصا در سالهای گذشته، برمیگرده به چند جوان بسیجی داخل مسجد میگه اگر میخواید امام زمان زور کنه برید فلان کسر که کاسبه بهای محل هست رو به قتل برسونید، یعنی تشویق به خشونت در اندازه قتل نفس میکنن در این امر؟ دقیقا همینطوری. من مثال اول انقلاب رو به خاطر همین میخواستم بزنم که ما زمان اول انقلاب رو بخوایم بررسی کنیم، مشاهده میکنیم که نه تنها حکومت که بعد از انقلاب 57 وارد عرصه قدرتداری شدش، نه تنها حکومت بلکه مردم هم در آتشی که حکومت ایجاد کرده بودن هیزم میداختن. ما در روستاهای زیادی شاهد این هستیم که بهاییان توسط مردم روستاها و مردم مثلا شهرهای نزدیک کشته شدن و یا خونهشون آتیش زده شده، مورد حمله فیزیکی قرار گرفتن. انواع اقسام این هستیم که مثلا چشم درآوردن و یا طناب دار انداختن دور گردن شهروندان بهایی، به طور مثال در خرمشک که 15 خانواده را این کار کردن و کشوندن تا مسجد و گفتن شما باید مسلمون بشید، اگر مسلمون نشید ما شما رو میکشیم. در سیستان و شهرهای مختلف، روستاهای مختلف، در یزد، در اصفهان و در شهرهای مختلف، همونطور که اشاره میکنم، بهاییان رو به خاطر عدم آگاهیشون میخواستن بکشن و خود 225 فرد بهایی هم در دیانت بهایی به دلیل تنگ نظری های موجود اعدام شدن و این نشون از همون عدم آگاهیه. من اعتقاد دارم الان دیگه کمتر پیش میاد که یک همسایه وقتی که خونه یک شهروند بهایی رو میخوان آتیش بزنن هیزم بیاره، مثلا به طور مثال، مثال نوعیم البته عرض میکنم، دیگه اون رفتارها با جامعه بهایی نیست، فقط از سمت حکومته. الان ما یک تعامل مثبتی میانش خب شهروندان بهایی و غیر بهایی داریم. خیلی از وقتی که اتفاقا یک فرد غیر بهایی بدون یک این فردی که مثلا تو هم کلاسیشه یا هم دانشگاهیشه ناراحت میشه، وقتی می متوجه میشه که این فرد به خاطر دیانتش از دانشگاه اخراج شده، میره با مدیر دانشگاه حرف میزنه، میگه خب این همکلاسی ما این حق داره اینجا بمونه. این نشون از تعامل میده. وقتی که آگاهی کم کم حتی تزریق بشه، اون برخوردهای سابق مثل اول انقلاب ما نداریم و عطاالله رضوانی یا افراد خانم کارگر در شیراز یا افراد مختلفی که ما داریم میبینیم که اینا به خاطر عدم آگاهی جامعه این مشکلات باشون روبرو شده. آقای اسماعیل پور عزیز، دقایق پایانی برنامه، کمتر از 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. فکر میکنید که واکنش جامعه بهایی در قبال مسئولیت پذیری در خصوص سایر زندانیان عقیدتی و سیاسی چگونیه؟ به حال مذهب بهایی مشارکت در امور سیاسی رو برای بهاییان تا حدودی محدود یا ممنوع میکنه، با این حال آیا اونها این کنش رو دارند که از دیگر زندانیان عقیدتی یا سیاسی حمایت کنند یا در کارزارهایی مثل کارزار با هم برای آزادی و دیگر فعالیت‌های گسترده حقوق بشری نقش ایفا کنند؟ در این راستا فعالیت بهایی‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نکته‌ای که هستش اینه که اگه یک جامعه بهایی وارد مسائل سیاسی بشه، اون با توجه به تعالیمش نیست، اما همیشه از شهروندان غیر بهایی حمایت کرده. به طور مثال ما در خصوص خانم نرگس محمدی یا افراد دیگری که زندان شدن، اگه توجه کنید خیلی از بهایی‌ها نسبت به این موضوع اعتراض کردن و اشتراک گذاری در صفحه مجازی رو حداقل کاری دونستن که باید انجام بدن، چون موضوعی که حساس اینه که خیلی از فعالین حقوق بشر و افرادی که حالا تو این کارزار حداقل اسمشون آورده میشه، افرادی هستن که انسان دوست بودن و وقتی که این افراد به طور مثال همین از بهایان هم در کارزار شما نام برده میشه، ما میبینیم خب این افراد کسانی هستن که خب بر جامعه بهایی زحمت کشیدن و جامعه بهایی هم نه به صورت تشکیلات، در به صورت افراد که در جامعه به عنوان پیرو دیانت بهایی هستن واکنششون دادن. من شخصا تو یک سری گروه هایی هستم که خب
بهایی های غیر ایرانی هستن، چون تنها بهایی های ایرانی ها نیستن و در سراسر دنیا بهایی ها پخش هستن. میبینم که حتی خارجی ها هم، کسانی که حتی فارسی زبان هم نیستن و در ایران زندگی نکردن، نسبت به بازداشت و مشکلاتی که بر جامعه ایرانی هستن واکنششون میدن و واقعا متاثر هستن از این موضوع. متشکرم جناب آقای مرتضی اسماعیل پور، مدیر وبسایت بهائی نیوز و از همکاران روزنامه‌نگار من در ترکیه که ساعت گذشته رو با ما وقت صرف کردید. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من و همکارانم در رسانه افق ایران قرار دادید. من تشکر میکنم از شما و عذرخواهی میکنم به خاطر این گلودردی که داشتم، شاید صدای من آزاردهنده شده بود. من واقعا ممنونم از این کارزار و از این تفکری که هست، زیرا این تفکر نشون از انسان دوستی شما عزیزان میده. سپاسگزارم، امیدوارم که همکاری های گسترده تری میان رسانه افق ایران و مرکز بهائی نیوز محقق بشه و ما بیشتر بتونیم شما رو در مجموع برنامه هامون داشته باشیم. سپاسگزارم مرتضی اسماعیل پور. و از شما خوبان هم سپاسگزارم که تا به این لحظه بیننده مجموع برنامه های رسانه افق ایران بودید. وقت خوش، خدا نگهدار. پرسیدن آیا بهائی ها حکم کافر نجس را دارن؟ مساوی از کاشان. بهائی ها حکم کافر نجس رو دارن؟ بله، به فتوای همه فقها. فرقشون هم با اهل کتاب اینه که اهل کتاب، که تو برنامه قبلی هم توضیح دادیم، اهل کتاب را بسیاری از فقها پاک میدونن، یعنی مسیحی چون کتاب داره، کتاب آسمانی داره، یهودی زرتشتی، اما بهایی کدام کتاب آسمانی رو داره؟ بهاییت فرقه دست ساخته است، بهاییت مکتب نیست، بهاییت جز اقلیت های دینیه رسمی شناخته شده نیست. وهابیت مثل وهابیته، وهابیت مثل وهابیت، وهابیت رو محمد ابن عبدالوهاب ساخت، وهابیت رو هم علی محمد باب ساخت، استعمار درست کرد، همون استعماری که وهابیت رو درست کرد همون استعمار وهابیت رو درست کرد، فرق نمیکنه. بنابراین وهابیت دین نیست، ادیان الهی نیست، مسیحیت دینه، یهودیت دینه، زرتشتیت دینه، اما بهایت دین نیست. وقتی دین نشد، بهایی، بودایی، هندو، اینا میشن یه جور، هیچ فرق نمیکنه. چه جور شما میگید بودایی دین آسمانی نیست، هندو هم دارای دین آسمانی نیست، بهایی هم دارای دین آسمانی نیست، بنابراین به فتوای همه فقها نجسه. چرا مرتد رو میکشن؟ مگه اسلام آزاد نیست؟ تا حالا مسلمون میشن؟ نمیخواد مسلمون بشه، میخواد کافر بشه. خب برای بشه چرا میگه؟ کسی اگر کافر بشه نگه، کسی کارش ندارن. ولی وقتی گفت من بهایی شدم، باید کشتش. آقا شما میتونی پا منبر من نیای، اما اگر اومدی پا منبر من هی همچی کردی، ای پیداست، بگو آقای قرطی قبولت ندارم. خب قبولم نداره نیا پا سخنرانی، اما اگر اومدی همچی کردی یعنی چه؟ یعنی میخوام جلسه تو رو به هم بزنم. معنای آزادی اینه که کسی اگر مرتد بشه از اسلام برگرده، هیچی نگه، کسی کارش نداره، اما اگر راه افتاد گفت یهودی شدم مسیح شدم، اینو باید برخورد که باشه.